رجب طیب اردوغان بیش از 20 سال است که در رأس قدرت در ترکیه قرار دارد و با این پیروزی دهه سوم حاکمیت او آغاز می شود. به آنکارا میریم و با لیلی نیکفر خبرنگار آزاد همراه میشیم. لیلی، از مشاهدات و واکنش مردم به نتیجه انتخابات دیروز بگو، ضمن اینکه امروز ما شاهد سقوط ارزش لیر هم بودیم در ترکیه. درست، اولین واکنش رو به اتفاقات اخیر دلار نشون داد که ارزشش در ترکیه بالا رفت و ارزش لیر ترکیه بیش از 0.5% افت داشته در طول 24 ساعت گذشته و فقط در 3-4 روز اخیر بیش از 8 دهم درصد این افزایش رو در قیمت دلار در بازارهای ترکیه شاهد هستیم. اما اگر برگردیم به واکنش مردم، یک شکاف اجتماعی بزرگ رو شاهد هستیم، هم در فضای مجازی و هم اینجا در پایتخت ترکیه در شهر آنکارا. وقتی که تو خیابون با مردم به خصوص قشر جوان مواجه میشی، صحبت میکنی، عده زیادی قیافه های در هم ریخته و غمگین دارن. وقتی سعی کردم من با بعضی از جوانا در کافه یا پارک ها صحبت کنم امروز، خیلی هاشون ناامید بودن و هرچند که به گفته خودشون خیلی غافلگیر نشدن از نتیجه‌ای که ایجاد شد، اما میگفتن که آخرین امیدمون برای تغییر بود، چرا که فکر میکنن که ادامه حکومت آقای اردوغان بعضی از آزادی‌های اجتماعی اونها رو کمتر خواهد کرد. بحث دیگر بحث انتقاداتی بود که مردم در فضای مجازی داشتن به صحبت‌های دیشب آقای اردوغان. آقای اردوغان اول این رو یک پیروزی ملی دونست و گفتش که مردم ترکیه پیروز شدند و دعوت می‌کنم از این به بعد از مردم که به آینده نگاه کنیم، برای سازندگی گام برداریم و دعوت می‌کنم از همه گروه‌ها که برای خدمت به مردم با هم همکاری کنیم. اما بلافاصله بعدش رقیب انتخاباتی خودش رو به سخره گرفت، طرفدارانش هو کشیدن برای آقای کمال قلیچدارقلو. وقتی اسم صلاح الدین دمیرتاش از اعضای حزب دموکراتیک خلق‌ها رو آورد، شروع کردن به شعار اعدام دادن که آقای اردوغان خودش هم در واقع بارها گفته بود که طرفدار بازگردوندن حکم اعدام به قانون ترکیه است. در مورد LGBT ها در واقع صحبتی داشت که ما هرگز به LGBT ها اجازه ورود نخواهیم داد و قانون خانواده برای مقدسه. اینها چیزایی بود که امروز خیلی در موردش صحبت شد و در فضای مجازی به این اشاره شد که خب این هست چهره واقعی حزب عدالت و توسعه و این شکاف قراره که همینطور باقی بمونه. اما در بین روزنامه‌نگاران هم خب انتقادهایی بود و خیلی ها با اینکه طرفدار اردوغان بودن، بعضی از این روزنامه‌نگارها به این اشاره کرده بودن که آقای اردوغان باید سعی کنه اون نیمی از جامعه رو که بهش رأی ندادند در 5 سال آینده با خودش همراه کنه و رضایت اونها رو جلب کنه. ممنونم. گزارش لیلی نیکفر از آنکارا از آغاز دهه سوم حاکمیت رجب طیب اردوغان در ترکیه. سپاسگزارم.